در حالی که حملات مکرر تروریستی سنی های تندرو و تکفیری ها به شهر شیعه‌نشین پاراچنار پاکستان ادامه دارد و منجر به شهادت یا جراحت شماری زیاد از مردم می شود، عده‌ای زیاد از مردم این شهر به اختلال های روانی و افسردگی دچار شدند. به گزارش داون نیوز، به گفته یک متخصص ارشد سلامت، 60% مردم شهر شیعه‌نشین پاراچنار به دلیل واقع شدن در معرض حملات تروریستی متعدد از اختلال استرس پس از سانحه رنج میبرند. اختلال استرس پس از ضایعه روانی یا اختلال تنش‌زای پس از رویداد سندرومی است که پس از مشاهده، تجربه مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس‌زا و آسیب‌زای شدید روی می‌دهد و می‌تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود. پروفسور اسما همایون از تیم مراقبت بهداشتی مدیترانه که یک کارگاه 3 روزه در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و روانشناختی و آموزش‌های حمایت روانی اجتماعی در شهر ترورزده پاراچنار برگزار کرده می‌گوید، افراد محلی پاراچنار به علت عواقب حملات تروریستی که اخیراً به شدت افزایش یافته تحت فشار روانی زیادی قرار دارند. تیم مراقبت بهداشتی مدیترانه و بنیاد خیریه الهاج به همراه یک کمپ پزشکی رایگان این جلسات آموزشی را برگزار کرده بودند و نزدیک به 30 پزشک محلی و 50 مدرس مدرسه در این کارگاه آموزشی شرکت داشتند. این کارگاه های آموزشی به منظور تبیین بیماری های روانشناختی و درمان بیماران مبتلا به اختلالات روانی شدید و افزایش آگاهی در مورد مسائل بهداشت روانی سازماندهی شده بودند. دکتر زاهد حسین نیز که به عنوان افسر ارشد پزشکی در بیمارستان ستاد مرکزی فعالیت می کرد گفت، از سال 2007 میلادی تا کنون در اثر حملات تروریستی سنی های تندرو خانواده های بسیاری اعضایشان را از دست داده اند. بیمارستان اصلی نیز بخش روانشناسی ندارد و مردم فقیر از قدرت مالی برای درمان بی بهره اند. شایان ذکر است شیعیان پاکستان، خصوصا شیعیان مظلوم پاراچنار، بارها از راه های مسالمت آمیز خواستار تأمین امنیت شیعیان این کشور شده اند و مسئولین پاکستانی نیز قول مساعد دادند، ولی کماکان شیعیان در انواع اقدامات تروریستی سنی های تندرو به شهادت می رسند.